درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی. این برنامه نخستین برنامه ما در سال نو هستش و به همه ایرانیان در سراسر جهان نوروز رو تبریک میگم و همینطور خوش آمد میگم به بانو آرتمیس عزیز که در این برنامه، یعنی در اولین برنامه در سال 2581 شاهنشاهی با ما هستم. بانو آرتمیس عزیز خوش آمد. سپاسگزارم آنو افسانه گرامی، درود بر شما، درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. نوروز همگی پیروز، هم نوروز شما، هم نوروز تمام ایرانیان و فارسی زبانان و کسانی که در حوزه بزرگ فرهنگ و تمدن ایران نوروز رو جشن میگیرند. سپاس از شما بانو آتمی. جستار این برنامه در مورد این هستش که آیا نوروز جشنی گره خورده با تار و پود و هویت ایرانی است یا خیر؟ میشنویم صحبت های شما رو در این زمینه. سپاسگزارم از شما. بله، من باورم شخصا این هست که نوروز شاهنشاه جشن های ایران و جهانه. جشن نیست با خواستگاه قوم آریا، جشن نیست که هیچ کس کهن بودنش رو، میزان کهن بودنش رو نمیدونه، برای که هرچه ایرانیان در این سرزمین زندگی کردن و هرچه که از ما تاریخ به جا مانده، چه مکتوب چه غیر مکتوب، رد پای جشن نوروز در آغاز بهار دیده میشه و به نظر میرسه که این جشن کلن خواستگاهش در سرزمین و فلات بزرگ ایران بوده و همین قوم آریایی این جشن رو از آغاز به عنوان بزرگترین جشن سالیانه خودشون قرار دادن بر مبنای تقویم هم آن روزگار، هم بعد از اون که تقویم جلالی هم حتی در دوران عمر خیام نوشته شد، همواره ما آغاز بهار رو، دگرگون شدن و نو شدن و زنده شدن مجدد یا دوباره جهان رو جشن می گرفتیم و اون رو روز نو یا از روز نو آغاز کردن یا روزی نو را آغاز کردن می نامیدن و همه چیز از سر گرفته می شد به عنوان یک سال نو. یکی از در واقع میتونیم بگیم مؤلفه های کلیدی در واقع در نگهبانی و معرفی هویت ایرانی و اون آیین و رسوم ملی که وجود دارند، به خاطر دیرینگی و در واقع گستره زیادی که داره اهمیت زیادی داره و همین نوروزه. نوروز یک در واقع میشه گفت سنت خیلی استواری است، یک رسم و یک جشن بسیار سرزنده است که بخش مهمی از فرهنگ و هویت ایرانیه و میتونیم بگیم یک ظرفی است که تمام آیین‌ها و سنت‌ها و فرهنگ‌ها و آداب و رسوم ایرانی رو که در واقع میتونیم بگیم به اون تاریخ قوم آریا یا قوم ایرانی عنوان بدیم، رو در واقع نام بدیم، رو توی خودش جا داده. اگر نوروز نبود احتمالاً ما الان بسیاری از اندیشه ها و فرهنگ به جا مانده از نیاکانمون رو نمیشناختیم. نوروز خودش یکی از مهمترین وسیله هایی بوده که اندیشه و فرهنگ ایرانی رو نگهداری کرده و نمادهای بزرگ فرهنگ تاریخ ایران با نوروز پیوند دارند. خب ما از اون جایی که میبینیم که نوروز در طول هزاره ها پیوسته برای مردم ایران شادی، امید و پیروزی رو در واقع زمزمه کرده در آغاز سال، ایرانیان رو از هر گونه ناامیدی و در واقع کهنگی رهانده، برای اینکه روز نو، سال نو، جشن آغاز بهار، جهانی که زنده میشه و فرش میشه یا فرشگردی که روی میده در آغاز بهار، همه اینها در واقع یک وسیله هایی بودند که پیروزی و جوانی رو برای مردم ایران به ارمغان می آوردن یا در واقع میشه گفت سمبل اینها بودن برای مردم ایران. و همه کسانی که در فرهنگ
ایرانی بزرگ شدند، این فرهنگ نوروز رو هم در تربیتشون دارن. از این رو هم هست که ما در ایام نوروز هر ایرانی دیگر رو میدیده در هزاره های دور و دراز تاریخ ایران به همدیگه در روز آغاز سال نو گفتن نوروزتان پیروز. و خب ماندگاریش هم از بین ایرانیان در واقع حتی پس از یورش تازیان به ایران، وقتی که تازیان دیدن که در آداب و رسوم ایرانیان نه پیش از نوروز، نه در خود نوروز، نه پس از نوروز هیچ عنصر ناجور یا به اصطلاح کفرآمیز و شرکآمیزی هم حتی به قول تازیان درش وجود نداشت و هیچ گونه بت پرستی، هیچ گونه خرافه و هیچ گونه چیز غیر معقولی در این جشن وجود نداشت، تازیان در واقع نیمدن قلع و قمعش بکنن و یک جورهایی نوروز در دل و زندگی مردم ایران تونست باقی بمونه و به امروز هم برسه. به هر حال ما میدونیم که نوروز کلن با اندیشه یکتاپرستی در هم آمیخته است، چرا که ایرانیان باور داشتن که اهورامزدا این فرشگرد یا نوسازی زمین رو برای انسانها به ارمغان آورده و برای کل هستی به ارمغان آورده، برای اینکه هر سال مرگ به زایش منتهی بشه و نابودی به نوسازی دوباره تبدیل بشه. و این اندیشه در زندگی ایرانیان در درازای تاریخ تغییر نکرده. جشن نوروز بانو افسانه از سوی سازمان در واقع ملل و حتی سازمان یونسکو به عنوان یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگی و میشه گفت معنوی بشر ثبت شد، یعنی میراث بشری ثبت شد در سال 2009. یک قطعنامه 21 ماده‌ای چیز شد، یک قطعنامه در واقع تصویب شد در سازمان ملل و بهش گفتن که اول بهار روز جهانی نوروز به رسمیت شناخته بشه. و ما میتونیم بگیم که از اون سال به بعد در واقع جغرافیای جشن نوروز رو به رسمیت شناختن. جغرافیای جشن نوروز حالا کجاست؟ تمام مناطقی که از مرز چین تا آن سوی در واقع میان رودان یا بین النهرین یا همین جایی که خاورمیانه کنونی است جشن نوروز درش دیده میشه. شما از حتی ژاپن، مردم ژاپن در بخشی از ژاپن جشن نوروزی ما رو دارن با اسمی خیلی متفاوت، ولی دقیقا همین جشن نوروز است که از ایرانیان در دوران ساسانی به ژاپن برده شد و جشن مونده در واقع ژاپن. ولی خب ما از ژاپن رو داریم، از چین رو داریم، مغولستان رو داریم، تا تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، هند و پاکستان و خب میدونیم در جمهوری جعلی آذربایجان، در روسیه، در قزاقستان، در قرقیزستان، آلبانی، در کوزوو، تا میرسیم به ترکمنستان و خود ترکیه و سوریه، گرجستان و عراق و مقدونیه شمالی و حتی از اون سو تا بلغارستان و پس از اون تا مصر و ما میدونیم که تا زنگبار هم حتی در آفریقا این جشن نوروز جشن گرفته میشه، برای که در زنگبار ما عده بسیار زیادی پارسی داریم، ایرانیان پارسی، ایرانیانی که 1000 سال پیش در واقع مهاجرت کرده بودن به هندوستان و بعداً به عنوان پارسیان هند به خیلی از جاهای جهان که مهاجرت کردن، مانند همین زنگبار که یک زمانی مستعمره انگلستان بود، در همه اینها پخش شدن و بنابراین نوروز در بسیاری از نقاط جهان امروزه دیده شده. بنابراین 22 کشور رو ما دقیقاً حوزه نوروز میدونیم یا جغرافیای نوروز میدونیم. نوروز ما میدونیم که فقط در واقع جشن آغاز سال نو نیست،
بلکه با بزرگداشت جشن نوروز ما در واقع سه مرحله بزرگ از میتونیم بگیم تاریخی، فرهنگی و باستانی ایران رو داریم جشن میگیریم. تاریخ کهن ایران که ما میدونیم که جشن و شادی ها و پایکوبی های گوناگونی داشته و هیچ کدوم قراردادی نبودن، بر اساس حرکت زمین و موقعیت های طبیعی جهان و هستی اینها ایجاد می شدن، فصل های گوناگون، گاهنبار های گوناگون و مناسبت های اینگونه که در همه ارتباط داشتن با طبیعت یا زیست بوم. از اون سو هم جشن ها خب تداوم سنت های باستانی و حیات فرهنگی ایران بوده که تا به امروز تونسته ادامه پیدا کنه. و سومین هم این شادمانی و امیدواری است که نوروز به ما میده که به سالهای پیش رو و امید به آینده بهتر ما رو در واقع خوشبین میکنه و ما رو مثبت نگه میداره. حالا ما بهتره که ببینیم وقتی که داریم درباره نوروز و هویت ملی میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم منظورمون از هویت ملی به طور کلی چیه. جامعه شناسانی که در این زمینه تحقیق کردن هویت ملی رو مجموعه عواملی میدونن که مردم یک کشور در اون مشترک هستن. حالا میتونه ملیتشون باشه، قومیتشون باشه، نژادشون باشه، زبانشون باشه، نوع غذا خوردن، پوشاک و هر آنچه که حتی باورشون، اعتقاداتشون، هر آن چیزی که مردم یک کشور در اون مشترک هستن رو بهش میگن هویت ملی. و بنابراین ما میتونیم در نظر بگیریم که مردم ایران که یک هویت ملی مشترکی دارن در همه گوشه گوشه ایران، یک سری رفتارهای مشترک دارن با هم به خاطر اون هویت مشترک. مثلا مهمان نوازی، این شادزیستی، این زندگی دوستی، احساسات و زبان شعرگونه و شاعرانه که ایرانیان دارن، اون حالتهای ارتباطات معنوی و عاطفی که دارن و حتی میتونیم بگیم یه مقداری اسپریچوال یا عارفانه، مثل عرفان خسروانی که ما حتی پیش از یورش تازیان در ایران داشتیم، و همه به اصطلاح خلق و خو و سیستم زندگی ما، همه اینها هویت ملی ما رو در واقع داره شکل میده. هویت ملی به طور کلی تجربیات و خاطرات مشترک تاریخی یک ملت، تحولات اجتماعیشون و همه آنچه که یک ملت از سر گذرانده. ما در ایرانمون خیلی تجربیات بزرگ تاریخی داریم که همه مردم ایران، بلکه مردم جهان رو تحت تأثیر قرار داده، مانند خود بزرگترین فیلسوف و نخستین فیلسوف بزرگ جهان اشو زرتشت بزرگ که در فلات ایران به دنیا آمد، در فلات ایران زیست و درگذشت، یا امپراتوری هایی که در ایران وجود داشت، حالا از دوران ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی که ما میدونیم که قدرت های بزرگ جهان در دوران خودشون بودن و امپراتوری بزرگ جهان، یک بخش بزرگ امپراتوری های جهان ایران بود. یا مثلا حمله اسکندر به ایران که یکی دیگه از تجربیات تاریخی است که بر این مردم گذشته، یا هم یورش تازیان به ایران که یک امپراتوری بزرگ ایران رو در واقع از بین بردن و بسیار به ایرانیان ممکن بود، یعنی نه که ممکن بود، ستمها کردن، کشتارها کردن و اسلام رو به زور وارد ایران کردن و به تبعات اون یک مقدار زیادی فراز و نشیب‌های اساسی مردم و در واقع میشه گفت کشور ایران به خود دید. پس از اسلام دو مرتبه بعد از 2300 سال یواش یواش ایرانیان تونستن از زیر خاکستر تازیان بیان بیرون. خب دوباره شعر، ادب، فرهنگ، زبان و هنر در ایران یواش یواش تونست خودش رو پیدا کنه. رستاخیز زبان فارسی رو فردوسی بزرگ موجب شد در خراسان و بعد خب دیدیم که به مرور اون ترکان و مغولان از دوران غزنوی و خوارزمشاهی و بالاخره سلجوقیان و اینها همه در ایران بودن تا رسید به شاهان صفوی و بعد دیدیم که ایجاد شیعه در ایران
باز دو مرتبه یک تجربه بسیار سخت تاریخی در ایران به جا گذاشت تا رسیدیم باز به انقلاب مشروطه و بعد پس از انقلاب مشروطه و دوران پهلوی که ما دو مرتبه یک از اون نشیب تاریخی به سوی فرازی رفتیم و شروع کردیم به بازسازی ایران و زنده کردن تمام اون هویت ملی و ارزش‌های ملی پیشینمون. و متاسفانه بعدم که دیدیم دو مرتبه انقلاب این شورش 57 ما رو دوباره در یک تلاطم تاریخی بزرگ دیگه فرو برد. تمام این تجربیات مشترک تاریخی که به مردم ایران گذشته باز از مردم ایران یک هویت ملی متحد یک پارچه ای رو ساخته و از این روی هم هست که ما میگیم در گوشه گوشه ایران مهم نیست شما مال کدوم بخش ایرانید، خوراکتون چیه، لباستون، جامتون چیه، پوششتون، پوشاکتون یا به اصطلاح زبانی که تو خونه ممکنه صحبت بکنن یا آداب و رسومتون چیه، همه اینها یک هویت ایرانی بزرگ داریم که همه رو زیر یک چتر بزرگ نگه داشته. بنابراین پس ما گفتیم که نوروز فقط یک جشن آغاز سال نو نیست، مجموعه تمام تحولات تاریخ ما تا به امروزه که به ما و همه فراز و نشیبش به ما رسیده و خوشبختانه ما امروز در نه تنها نوروز بلکه بیشتر جشنهای کهنمون رو داریم دوباره زنده می کنیم. نوروز یک جشن نیست که فقیر و غنی شاد هستن، همه رو یکسان شاد میکنه، مردم رو به هم نزدیک میکنه و در واقع یک جشن نیست که سرشار از سنت های زیباست مثل سفره هفت‌سین، از قبلش مثل قاشق زنی، شب چهارشنبه سوری، فالگوش وایسادن یا شیرنی های شب عید یا خانه تکانی های شب عید و بعد رویاندن سبزه که پیام آور بهار و آغاز رستاخیز طبیعته و همه مجموعی از رسوم و آیینی که هیچ کس هرگز اینها رو به مردم ایران تحمیل نکرده، بلکه مردم ایران با اون نگاه جهانبینی ایرانیشون به سراغش رفتن و ایجاد کردن و حفظ کردن و نگه داشتن به امروز رسیدن. و همین امروز هم مهم نیست شما در چه دین و آیین و باوری هستید، ولی همه ایرانیان از هر زبانی، از هر گوشه ایران، از هر دینی، باور مذهبی یا بی باورم که حتی هستید، از هر نوع رسومی که میاید، از هر بخشی از ایران که بیاید، همه با میل و استقبال به رغبت به استقبالش میرن و کوشش دارن که همه جزئیات نوروز را انجام بدن و این جشنی که با همه این سختی هایی که از سر مردم ایران و کشور ایران گذشته و این همه طوفان سهمگینی که به خودش دیده به دست ما برسه، با فرخندگی اینو انجام میدن و سر بلند میکنن در این نوروز و در واقع هویت ملی ایران رو به یدک میکشن. بانو افسانه اگر شما پرسشی دارید خواهش میکنم بفرمایید تا جستار رو ادامه بدیم. سپاسگزارم. قبل از اینکه پرسش بعدیم رو از شما بپرسم این مطلب رو اضافه کنم که فکر میکنم توی تمام دورانی که ایران مورد تهاجم دشمنای بیگان خارجی خارج از جغرافیای ایران بوده و اوج حملات به نوروز در زمان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که حاکمان جمهوری اسلامی سعی در محو کردن و نادیده گرفتن و قبولوندن به مردم که اصلا این نوروز یک مسئله بی ربطه و حتی از گذاشتن هفت‌سین بر سفره هاشون سفره که در واقع ندارن، استفاده از کوچکترین هویت، استفاده از فرهنگ و تمدن ایرانی رو که اصلا مانع میشن و نه اینکه تنها خودشون اهمیتی نمیدن بلکه سعی میکنن سرکوب کنن به شکل‌های مختلف. این فکر میکنم تو تمام این دوران جمهوری اسلامی دیگه یکی از وحشی ترین و بدترین دشمنای فرهنگ و تمدن ایران بوده. معمولا کسایی که اومدن غالب شدن بر ایران تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتن. جمهوری اسلامی اون خوی وحشیگریش رو هر جور شده میخواد حاکم کنه بر فرهنگ و تمدن ما. این مسئله بود و اینکه آیا
این جشن باستانی چقدر تونسته تأثیر بگذاره بر اتحاد و یکدلی مردم ایران از هر قومی که با هر گویشی که هست، با هر رنگی، با هر تنوع فرهنگی که داریم در ایران، این جشن باستانی یا نوروز چقدر تاثیرگذار بوده در این همبستگی ایران؟ خیلی درسته، اشاره درستی کردیم بانو افسانه. ببینین هر دورانی، هر دولتی، هر حکومتی یک سری همیشه سعی میکنه تأثیرات روی جامعه بگذاره. ما پس از 1400 سال تو سری خوردن در واقع از مهاجمین و آیین مهاجم به فرهنگ و هویت ایرانیمون، حالا چه دورانی که خلفای عرب بودن، چه پس از اون که ترکان و مغولان آسیای میانه بودن، و چه بعدم که باز همچنان در ادامهش دیدیم قاجاری همچین کاری رو ادامه میداد، اما همه این در تمام این سالها یک جوری با فراز و نشیب این نوروز داشت انجام میشد و کسی نمی اومد نوروز رو جلوگیری بکنه. موقعی که رسیدیم به در واقع دودمان ایران ساز پهلوی، این هویت ناسیونالیستی و ملی در ایران رو دوباره زنده کردن. توجه به ایران باستان یا همون ایران کلاسیک و مفاخر فرهنگی ایران مثل بزرگداشت هزاره فردوسی که گرفتن در سالهای آغازین پادشاهی رضا شاه، که دعوت کردن از دانشمندانی از سراسر جهان و از اول اصلا آرامگاه برای فردوسی ساختن و آمدن و اصلا فردوسی دوباره معرفی شد نه به مردم ایران، به جهان، به عنوان پدر زبان فارسی پس از چند صد سالی که به هر حال بر ایرانیان رفته بود و زبان عربی ممکن بود زبان فارسی رو بخوره و سرکوب کنه و بزنه کنار. پس از اینکه رضا شاه این کارو کرد، آمد آغاز کرد به بزرگ داشته اندیشه ایرانی زرتشتی، چون ما میدونیم اندیشه زرتشتی اندیشه ایرانی است، اندیشه ایرانی اندیشه زرتشتی است، اینا یکی هستن. ما چیزی تحت عنوان اندیشه جداگانه زرتشتی، اندیشه جداگانه ایرانی نداریم. زرتشت از دل ایران زمین برآمده بود، از تمام این ریشه و هویت و فرهنگ درآمده بود و تمام نگاهش، جهانبینیش و صحبتهاش و باورهاش همه ایرانی بود. به هر حال آمدن بزرگداشت زرتشت رو گذاشتن، بازگذاشتن مراسمی که ایرانی بود و زرتشتیان در ایران انجام میدادن و همه اینها نوعی هویت ملی ایرانی رو دوباره زنده کرد و در ضمیر و نهاد مردم ایران جایگزین کرد نامهای ایرانی، آداب و رسوم ایرانی و همه اینها. در عکس دقیقا پس از انقلاب، بعد از این شورش 57، کوشش حکومت به طور مستقیم و غیر مستقیم این بود که هویت ایرانی رو تحقیر کنه، فراموش کنه و هویت اسلامی، اونم مذهب شیعه رو جایگزین کنه و هزاران مسجد ساخت این دولت و برگزاری مراسم عزاداری و عاشورا و تاسوعا و شیوه های نمایشی مجلل و دسته و این حرفا را انداختن، خیلی با شکوه این مراسم رو برگزار کردن و تشویق هایی که میکرد و به اصطلاح رشوه هایی که میداد به مردم، به کارمندا، به همه، برای زیارت مکه و نمیدونم کربلا و از این حرفا، نجف و این بر اونور، و صدها هزار نفر رو با پا مردم رو را مینداخت پای پیاده به کربلا و این حرفا، و تحمیل چادر، حجاب، اینها به زنان و مردم جامعه و انواع برنامه‌های بمباران برنامه‌های رادیو تلویزیونی که در این راستا 44 سال انجام شده، کوشش‌هایی بوده که این حکومت کرده برای تغییر هویت ملی ایرانیان به هویت اسلامی، که ما می‌بینیم حتی از کودکستان‌ها این مخشویی‌ها، این بمباران‌ها آغاز میشه و به صورت‌های گوناگونی ادامه پیدا می‌کنه. اما خوشبختانه ما داریم می‌بینیم خود جشن نوروز اصلا پیام پیوند ملی است، پیام دوستی، یگانگی، آشتی، جشنی که واقعا ملی است و برای همه مردم ایران، هم ملیه، هم آیینیه، هم برای بسیاری دینیه و
در واقع میشه گفت یک جور جشن ایرانی نامیده شدنه. اگه شما میخواین خودتون رو ایرانی بنامین باید نوروز داشته باشین. امکان نداره کسی بگه من ایرانیم و سفره هفت سین نمیچینم. امکان نداره کسی بگه من ایرانیم و نوروز رو جشن نمیگیره. به همین علت هم یک نوعی نه فقط میشه گفت ارج و گرامی داشت داره نوروز، بلکه حتی یه جور ستایش و نگاه فوق‌العاده با احترام و جایگاه ویژه‌ای داره این نوروز. و از این رو هم هست که شما می‌بینید از ترک و بلوچ و گیلک و اصفهانی و خراسانی و سمنانی و کرمانی و نمیدونم بوشهری و هرمزگانی و استان فارس و از هر جای ایران نگاه بکنید، مردم ایران بدون استثنا سفره نوروزشون رو پهن میکنن، بدون استثنا مراسم نوروز رو به جا میارن، دید و بازدید میکنن، لباس نو خریدن در روز مثلا عید، دور هم جمع شدن روز نوروز و به هم نوروزانه دادن. ما هنوز این مراسم نوروزانه به یکدیگر دادن، چیزی که بهش بعدا میگن عیدی، ولی ما هنوز این نوروزانه دادن رو داریم که یک اسکناسی رو لای کتاب میگذاریم. حالا این کتاب میتونه شاهنامه فردوسی باشه، میتونه حافظ باشه، میتونه گاتهای زرتشت باشه، میتونه هر نوع کتابی، حتی یهودیان لای توراتشون در ایران یا مسیحیان لای انجیلشون پول میذاشتن و از لای کتاب هر کتابی که هر کس دوست داره و بهش باوری میتونه داشته باشه نوروزانه میدن به بچه ها و به افرادی که کوچکتر هستن از خودشون. بنابراین ما میبینیم که نوروز واقعا یک وسیله، یک پارچگی ملی است و به ویژه ما این رو به حق مدیون زرتشتیان ایران هستیم که اینا پاسداران نوروز بودن در سخت ترین روزهای این کشور که یورش تازیان انجام شده بود، مردم ایران رو میکشتن، دست دسته مردم ایران رو با زور شمشیر وادار میکردن اسلام بیارن، وگرنه باید جزیه های کمرشکن میدادن و چون بعد از یه مدت نمیتونستن، مردم از پس خرج جزیه دادن بر نمیومدن، ناچار میشدن مسلمون بشن، به زور اسلام رو قبول میکردن، اما همونها در توی خونه هاشون زرتشتی میموندن، نوروزشون رو میگرفتن، مراسم ایرانیشون رو برگزار میکردن و حتی بسیاری از مردم ایران تا 200-300 سال پس از یورش تازیان، چیزی حدود 400 سال راستشو بخواین، تا از غرب ایران به دورترین نقطه شرق ایران اسلام رسید، ایرانیان تلاش میکردن که اوستاخوانی کنن و حتی مراسم زرتشتی رو در خونه های خودشون انجام بدن. از این رو هست که ما واقعا میتونم بگم ایرانیان مانند دیگر ملت‌های جهان نبودند که پس از اینکه یورشی بهشون حاصل میشه دیگه تمام آداب و رسوم زندگیشون به کل از بین بره. ایرانیان اون جشن‌ها رو نگه داشتن که در هر فصلی جشنی به پا می‌کردن و براشون بزرگترین و محبوبترین جشن خب آمدن بهار بود، چون نوید پایان سرما و زمستان بود و رویدن گیاهان بود و افسانه هایی که بالاخره نوروز رو به پادشاه جمشید کیانیان یا شاه جمشید شاه در واقع نسبت میدن، اینها همه نشون از اینه که حتی پیش از اون که ایران وارد تاریخ بشه، یعنی بیاد دوران پس از تاریخ خودش رو طی بکنه، حتی قرنها پیش از ظهور زرتشت هم ما ایرانی ها جشنهای فصلی مثل جشن بهاری رو داشتیم، اما به حق زرتشتیان واقعا نقش مهمی داشتن در نگهبانی و نگهداری از گوشه گوشه آیین‌های ایرانی به ویژه نوروز. و خب میدونیم که دیگه جشن ابتدای بهار در زمان هخامنشیان بسیار باشکوه برگزار میشد. شما عکس‌های روی دیوارهای تخت جمشید یا شهر پرسپولیس یا پارسه امروزی رو میبینید که بارعام نوروزی ایران بارعام بزرگترین امپراتوری های جهان بود و از همه چهار گوشه جهان
به دیدار شاهان هخامنشی خب می اومدن و پس از اون خب می بینیم که با اشکانیان و ساسانیان این رسم ادامه پیدا کرد. در دربار شاهان ساسانی دقیقا شرح بسیار دقیقی از مراسم نوروزی در آثار و کتابهای باقی مونده داریم که می بینیم که میگن در واقع میگن که شادمان و شادکام در تبل جهان کوبیده است، امروزه زرتشتیان در سراسر جهان نوروز را گرامی می‌دارند. اینها رو اون موقع در کتاب‌هاشون، کتاب نوروز و اینکه در تبل‌های بزرگ می‌کوبیدن و سرنای نوروزی می‌زدن، اینها از دوران ساسانیان به دقت شرح مراسمش حتی به ما رسیده. و جشنایی که در دهاتی که همین امروزه زرتشتی نشین هستند در یزد و جشنهایی که در به اصطلاح شرق ایران در قسمت‌های زرتشتی نشین ایران می‌بینید بسیار بسیار هنوز مشابه با جشنی که زرتشتیان پارسی هند می‌گیرن، یعنی زرتشتیانی که هزار سال پیش پس از بالاخره هزار سال پیش چند صد سال پس از یورش تازیان رفتن از ایران، هنوز اونا نوروزی که میگیرن با نوروزهایی که در ایران هست بسیار بسیار شباهت داره و این نشون میده خب کی اینها رو نگه داشته، زرتشتیان در ایران نگه داشتن و این بسیار به نظر من خیلی زیباست. از سنت های مشترکی که در این جشن زرتشتیان در همه جای جهان وجود داره در نوروز اینه که بخشهایی از سرودهای گاتا رو میخونن، سفره هفت سین و اون نوروزانه دادن به یکدیگر و جشن و پایکوبی رو داشتن تا 13 به در، در واقع در روز طبیعت که به مام زیستبوم میرن، به مام طبیعت و زمین پناه میبرن و در واقع انواع و اقسام نانها و شیرینیهای محلی رو میپزن و در آتشکده ها آتش و نور و جشن برپا میکنن و اسفند و کندر میسوزونن و فروهرها رو هم که میدونیم که دعوت میکنن بیان به زمین و زندگی زمینیان و بازمانده ها رو ببینن و خوشحال و خوشبخت باشن از اینکه ایرانیان هستن و این مراسم رو همچنان ادامه میدن. سپاسگزارم بانو آرتمیز، بسیار عالی بود برنامه امشبم. من هم این رو اضافه کنم که بعد از 14 قرن که از تهاجم و حمله اعراب به ایران گذشت، دوباره افریت اسلام حتی میشه گفت شدیدتر از اون موقع سایه افکنده بر تمام سرزمین و سعی دارن هر آنچه که از میراث ما، از جشن با تمدن، فرهنگ و هر چیزی که از ایرانیت ما برجامونده رو به هر شکلی، حالا با زور، با تغییر نگه داشتن مردم، با ارعاب، با تهدید از فرهنگ ما پاک کنن. و اینجا بر همه ما، تک تک ما ایرانی ها واجبه که با تمام وجودمون حداقل کاری که میتونیم بکنیم همین جشن ها رو مثل نوروز و بقیه جشن های ایرانی رو زنده نگه داریم و یک تودنی محکم باشه به تمام کسانی که الان حاکمن بر ایران و سعی دارن همچنان که ایران ستیزی میکنن با هر چیزی، با هر شادی سر ستیز دارن، همچنان ما رو در بدبختی و ناله و سوگواری فاطمه و ایام فاطمی و نمیدونم و حرم و سفر نگه دارن. ما باید مبارزه کنیم و زنده نگه داریم تمام این جشن ها رو. و بانو آرتمیز اگر صحبتی داریم در پایان ما میشنم. بانو افسانه گرامی، من یه نکته هم راجع به جشن نوروز رو در میان یهودیان ایران بگم. میخوام بهتون بگم که چگونه این جشن مایه وحدت ملی و یک پارچگی مردم ایران از هر آیین و باور و هر گوشه و هر خواستگاه و هر زبان و هر مراسمی که دارند شامل میشه. ما میدونیم که خب میدونیم البته که حضور یهودیان در حوزه جغرافیایی ایران به زمان کوروش خب برمیگرده. 2500 سال یهودیان در ایران هستند و بسیاری از یهودیان ایرانی ایرانیانی هستند که در
آن زمان یهودی شدن، الزاماً از خاورمیانه و به اصطلاح از سمت سرزمین موعود و سرزمین یهودیان نیامدن به اینجا. ولی جالب این هست که یکی از کهن‌ترین اقوام ایرانی هستند که همواره در تمام فرز و نشیب هایی که تاریخ ما شاهدش بوده در ایران ما خب ایرانی هستند و در کنار بقیه غیر یهودیان تمام مراسم ایرانی را انجام میدادن. و این جالبه، یهودیان ایرانی با یهودیان جاهای دیگه جهان این تفاوت رو دارن که یهودیان ایرانی تا مغز استخوانشون همشون ایرانی هستن و جشن نوروز رو با جشن فسح یا پسح که میگن گره میزنن. جشن پسح هم جشن آغاز بهارشونه و این جشن رو به اصطلاح همزمان با جشن عید نوروز میگیرن و بر اساس سنت های خانوادگیشون دقیقاً یهودیان ایرانی هم خانه تکانی سال نو میکنن، هفت‌سین میچینن و دعاهایی که میخونن بر سر سفره هفت‌سینشون در واقع درباره سپاسگزاری و شناسایی از خداوند یکتا و از زندگی و خانواده و مکانی که توش زندگی میکنن. و این خیلی جالبه، نوروز در واقع نمادی است که همه مردم ایران و بلکه میشه گفت همه مردم حوزه بزرگ فرهنگ و تمدن ایران رو یک پارچه نگه می‌داره و در خودش همش رنگ یکی بودن و یکسانی مردم رو میده. اینکه مردم تهی‌دست و غنی در کنار هم این جشن رو همه جشن میگیرن، اینکه در این مراسم دید و بازدید از دیگران هست، دیدار از بیماران هست، سر زدن به اصطلاح گورستان هایی که رفتگانمون فروهر رفتگانمون رو باهاشون به اصطلاح یک میعادی تازه میکنن و روح و روانشون رو با هم دیگه در تماس قرار میدن. و این که در واقع میشه گفتش که فرهنگی است که چندین و چند هزاره که ما واقعا نمیدونیم عمقش و سال در واقع وجود داشتن چقدره، ولی همه مردم ایران امید نیک، فال نیک و زندگی نیکی رو در آغاز سال آرزو میکنن و در طول تاریخ هم اینو حفظ کردن. هرگاه یک فرهنگ خارجی آمده بر ایران مسلط بشه، حالا فرهنگ اسلام بوده، از تازیان فرهنگ های ترکی مغولی بوده، از آسیای میانه یا هر جایی که بالاخره به ایران یک فرهنگ خارجی وارداتی وارد شده، اما ایرانیان تحت هیچ عنوان این فرهنگ ملی خاص خودشون رو که از دوره باستان بوده با هویتشون عجین بوده رو هرگز فراموش نکردم. و این مهمترین چیزی است که ما در آینده پس از عبور و گذار از این حکومت در واقع متجاوزین و حکومت گروگانگیران ایران و ایرانی، هنگامی که ما از دست اینا آزاد بشیم، باید یکی از مهمترین کارهایی که ایران میکنه به عنوان مادر اصلی فرهنگ ایران و مادر اصلی در واقع سرزمین اصلی قوم آریا بیاد و این مراسم و این فرهنگ و این جشن ها رو دوباره در تمام کشورهای منطقه حوزه و تمدن فرهنگ ایران زنده کنه و اجرا کنه و ما بشیم متولی این جشن ها. یعنی نه تنها در ایران هرچه باشکوه‌تر، بلکه ما فستیوال ها بذاریم برای رفت و آمد بین کشورهای حوزه تمدن و فرهنگ ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، نمیدونم گرجستان، اون بخشی از قفقاز جایی که بهش میگن ایرانستان، بخش های مختلف که ایرانی ها و ایرانی فارسی زبانان در اونا زندگی میکنن، اینا رو ما باید بیاریم و از نو دو مرتبه با مردم ایران در پیوند و در همبستگی قرار بدیم. دقیقا این میشه همون تفاوت حکومت ایرانی که خواستار به قول جمهوری اسلامی میخواستن انقلاب رو صادر کنن، انقلاب کشتارگرشون رو، این صادر کردن که نمیشه گفت، دوباره ترویج همون فرهنگ و تمدن ایرانی، جشن‌ها، صلح، آرامش با همه در
پیوند بودن با همه کشورهای اطراف و کسانی که واقعا با ما با اون مردم هیچ مشکل نداریم، با ملت‌هایی که بلکه این حکومت اسلامیه که همیشه سر ستیز داره با هر موجودی که به عنوان انسان داره میبینه، که البته جز خودشون هیچ کسی رو قبول ندارن و هرگز در طول این 43 سال جز خونخاری و تجاوز به حقوق دیگران چه کشورهای همسایه و چه مردم ایران چیزی در برای ما نداشته. این تفاوت نگاه ایران شهری با نگاه اسلامی از نوع جمهوریش هستش. سپاسگزارم خانم آرتمیس عزیز و بازم از اینکه در این برنامه همراه ما بودین ازتون سپاسگزاری میکنم. نوروز همه مردم نازنین ایران پیروز، به امید رهایی از چنگال دیو هفت‌سر جمهوری اسلامی. جاوید شاه، پاینده ایران. جاوید شاه، پاینده ایران.